عرض ادب و احترام دارم به شما همینان عزیز ارجمندم. واقعا یک روز بزرگ تاریخی برای ما، برای جنبش اعتراضی در ایران. امروز پنجشنبه است. آقای امیر شورتی برنامه رو هدایت میکنه. از دوست روزنامه نگارم آقای دکتر احمد رفعت، روزنامه نگار بین‌المللی، دعوت کردم امروز با ما باشه. خبر مهم اینه که کشورهای اروپایی حاضر نشدن در مراسم جشن جمهوری اسلامی به مناسبت سالگرد تشکیل این حکومت شرکت بکنن. به این خبر بسیار مهمی است. مضافر این که چندین گزارش خبر دیگر هم داریم که بهش خواهیم پرداخت، از جمله شرکت شاهزاده رضا پهلوی و همینطور مسیح علی نژاد در کنفرانس امنیت مونیخ که هر ساله در بایرشهوف برگزار میشه و یک نهاد مهم بین‌المللی در امور امنیتی است. و بعد از سالها دارن از اپوزیسیون ایران دعوت میکنن که در این کنفرانس حضور داشته باشه. پیش از این اتفاق در دوره دکتر شاپور بختیار رخ داده بود. آقای دکتر احمد رفعت، خیلی خوش آمدید. درود بر شما. درود بر شما جناب مهبودی، بر همکارانتون در تلویزیون پارس و همچنین بینندگان عزیز و مردمان ایران که از شهریور تا امروز سرگرم مبارزه و این سنگر رو هرگز ترک نکردن. دکتر رفعت، میدونم همین امروز با ایران در ارتباط بودید و میدونم گفتگوهای داشتید با دوستان خیلی صاحب نظر که در مملکت ما هستن. اما ببینیم در ایران داره چه میگذره و بعد این عدم حضور کشورهای اروپایی معناش چیه؟ بفرمایید. به نظر من بسیار مهمه که سفرای 25 کشور اروپایی، حالا دوتای دیگه که شرکت کردن، یکیش مجارستان، دومیشو درست نگاه نکردم چون خبر مال همین نیم ساعت قبل از آغاز برنامه بود، یکیش مجارستان بود که به چشم اومد که اسمش در لیست نبود. در صورت 25 کشور اروپایی، تمام کشورهای مهم و بزرگ اروپایی، هیچ کدوم سفراشون رو به این مراسم نفرستادند و این بسیار مهمه. این نشون میده که صدای مردم ایران به ساختمانهای دولتی در اروپا رسیده و اینها خودشون رو مجبور دیدن که در حمایت از این خیزش انقلابی در ایران، از انقلاب زن زندگی آزادی، از این طریق هم اعلام کنند با عدم شرکت در مراسمی که قبلا در سالهای قبل فقط در دوران بحران مربوط بعد از میکونوس، یعنی ترور یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از همراهانش در شهر برلین، وقتی که سفراشون هم از ایران فراخواندن، این اتفاق افتاده بود. وگرنه همه ساله شرکت کردند. حالا شاید شرکت میکردند در این مراسم، برخی سالها نه سفیر بلکه حالا یک شماره دو یا شماره سه سفارتشون، ولی در صورت شرکت میکردن. ولی امسال شرکت نکردن و این مسئله واقعا اهمیت داره و نشون میده که صدای مردم ایران، صدای انقلاب مردم ایران به گوش اینها رسیده و اینها خودشون رو مجبور به حمایت میبینن. به خاطر اینکه ببینید، حالا حمایت دولت‌ها یک حرفه، ما شاهد هستیم در اروپا حمایت گسترده جوامع مدنی در این کشورها. شب گذشته تو ایتالیا هر سال یک، برای 73 بار تشکیل می‌شد یک جشنواره موسیقی بسیار مهمه که 5 روز طول می‌کشه، هر بارم 5 ساعت از تلویزیون سراسری ایتالیا پخش میشه، از تلویزیون‌های برخی دیگه کشورها هم پخش میشه و پربیننده ترین برنامه تلویزیونی تمام سال در ایتالیا است. مسابقه است بین خوانندگان، 28 خواننده میان در شبهای مختلف با هم مسابقه میدن، هر کی با آهنگ جدید. در مراسم دیشب ناگهان بین یک ترانه و یک ترانه دیگر، مجری برنامه که بسیار محبوبه اومد و یه صحبت چند دقیقه‌ای کرد، گفتش که ببینید، ما در اینجا خوانندگان ما میان با آزادی هر چی دلشون میخواد میخونن و میگن و میرن، ولی در کشورهایی است که آواز خوندن آزادی آواز خوندن نیست، آزادی رقصیدن نیست،
آزادی صحبت کردن نیست و اون کشور اسمش ایرانه. بعد بلافاصله بعد از اون روی صحنه که همه خواننده های مهم ایتالیایی و مهمانان خارجی میان، مثلا امسال شب آخر قرار ده زلینسکی از طریق ویدئویی البته بیاد در همین فستیوال صحبت بکنه، شب اولش هم رئیس جمهور ایتالیا اونجا حضور داشت، به خاطر اینکه راجع به اهمیت این جشنواره بگم در ایتالیا، خانم پگاه مشیرپور یک زن جوان ایرانی که 8 سالگی به خانوادش به ایتالیا سفر کرده اومد و 3-4 دقیقه در مورد آنچه که در ایران میگذرد و مبارزات مردم و جوانان و زنان ایران صحبت کرد. بعد در آخر صحبتاش اشاره کرد به آهنگ برای شروین حاجی پور که جایزه گرمی اسکار موسیقی رو به دست گرفته و شروع این پخش میشد. یک خانومی که بسیار مشهور تو ایتالیا پرطرفدار ایشون اومد اونجا و هنرپیشه تئاتر، تیکه هایی از آهنگ برای رو در صورتی که با صدای شروین حاجی پور پخش میشد رو به ایتالیایی میگفت و خانم مشیرپور هم در اون رابطه توضیح میداد که مثلا نمیدونم بوسیده رقصیدن در ایران زندان داره و البته خب دو نفر روز همین حکم زندان 5 سال بهشون دادن به خاطر رقصیدن در میدان آزادی دار. و این نشون میده که این صدای انقلاب چقدر مهمه، چقدر شنیده شده و چقدر تاثیرگذار بوده که برنامه های رسمی موسیقی که اصلا ربطی به سیاست نداره، برنامه اخبار نیست، برنامه بحث سیاسی نیست، مجبورند که راجع به آنچه که در ایران میگذره صحبت کنند و این فرصت بسیار مناسبی است برای اینکه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، ایرانیای خارج از کشور که به نوعی نقش سفرای این جنبش رو به عهده باید داشته باشند و باید این نقش رو به عهده بگیرند، اینها تونستن در حدی تأثیر بگذارند و باید از این فرصت ها استفاده کنند برای اینکه صدای این انقلاب بیشتر و بیشتر هر روز بیشتر شنیده بشه، برای اینکه اون وقت وقتی شنیده بشه اتفاقات مهمی میفته، مانند شما در ابتدای صحبتاتون اشاره کردین، مانند کنفرانس امنیتی مونیخ که بسیار مهمه. من 2 سال در گذشته زمانی که برای هفته نامه اسپانیایی تیمپو کار میکردم پوشش دادم، در اون کنفرانس بودم، بیاد و از کشورهای مثل جمهوری اسلامی، کره شمالی و روسیه دعوت نکنه. تا سال گذشته همیشه جمهوری اسلامی اونجا نماینده داشت، وزیر خارجه میرفت صحبت میکرد، دعوت نکنه و به جای اون از افرادی که مخالف جمهوری اسلامی هستند. امسال قرار شده شاهزاده رضا پهلوی و خانم مسیح علی نژاد برن صحبت کنن و این بسیار مهمه، برای اینکه این یکی از مهمترین کنفرانس هایی است که در رابطه با امنیت در جهان برگزار میشه. 10 نخست وزیر، وزیر خارجه از کشورهای مختلف گفته میشه. امسال احتمالاً از فرانسه خود آقای مکرون، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه به مونیخ سفر خواهد کرد. یعنی اینقدر این اهمیت داره و ما باید از تمام این فرصت ها استفاده کنیم و زمینه سازی بکنیم برای اینکه این فرصت ها هر روز بیشتر بشه و فضای بیشتری در اختیار انقلاب مردم ایران قرار بگیره و کسانی که همه ما ایرانی ها سفیر این انقلاب هستیم بتونیم اونجا بریم صحبت کنیم، آنچه که در ایران میگذره رو توضیح بدیم، خواستای این انقلاب رو مطرح کنیم و از شهامت مردم بگیم و از سرکوب جمهوری اسلامی. چقدر مهمه. یک، بنابراین هم میانم توی این دنیای سیاست میگن 90% یک صوت، 99% صوت، 1% عمله. تو این دنیایی که همه این سیستم های پروپاگاندا در تمام دنیا داره به شکلی کار میکنه، ما وظیفه داریم صدای خودمون انقدر بلند بکنیم که به گوش دنیا برسه. تا به حال ما ساکت بودیم. گفتگو خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. خوشبختانه این سازمان های جهانی، سازمان این منشور حقوق بشر، نمیدونم این مجامع بین المللی خیلی کمک کرده، دیپلماسی علی اصول، که زبان عقلانیت مفهوم بشه. فهمش قبلا مشکل بوده اما دموکراسی به ما کمک کرد و مذاکره با حتی قدرت هایی که رقیب ما بودن که به تدریج آشنا میشیم با زبان عقلانیت. ما نباید با همه داشته باشیم از گفتگو با دیگران. مگه ما علی خامنه ای هستیم؟
چون اینا زبان عقلانیت رو نمیفهمن، متعلق به این دور و روزگار نیستن، اصلا زبان مردم دنیا براشون خیلی سخت و ثقیله. مگه ما کیم یونگ اونگ هستیم؟ ما یک ملت آزاده هستیم، پیش از این با یک سابقه خیلی طولانی که موفق شده بودیم با صدها قوم و جامعه دیگر جهانی از 2500 سال پیش تا به امروز ارتباط داشته باشیم. فرهنگ ما فرهنگ جهان گستر بوده، از طریق زبان فارسی توانستیم قلب چینی ها رو فتح کنیم. نگاه کنید به مجموعه حالا خاطرات یا گزارش های جهانگردان بزرگ مثل ابن بطوته درباره گسترش زبان. ما از طریق زبان موفق شدیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم، دنیا ما رو بفهمه، ما توانستیم دنیا رو بفهمیم. آقای دکتر رفعت، خیلی ممنونم از صحبت هایی که کردید. دکتر رفعت، اگر ما نتونیم تشخیص بدیم در چه فازی هستیم، اون وقت ممکنه دچار اشتباهات راهبردی بشیم که دیگه جبرانش خیلی یا مشکلی غیر ممکنه. یعنی بتونیم اثر بزنیم روی جنبشی که در ایران هست، مردم رو ناامید کنیم، دل مردم رو خالی بکنیم. اگر متوجه نشیم الان کجاییم، بعدا قراره کجا بیم. گروهی هستن هنوز جمهوری اسلامی دچار فروپاشی نشده، در فکر معماری آینده هستن، یعنی دارن به آینده فکر، درست مثل کسانی که هنوز این معدن طلا رو حفر نکردن، به طلا نرسیدن، شروع کردن به جنگ و دعوا درباره ذخایرش و نحوه تقسیمش. این ما رو دچار اشتباه راهبردی میکنه. ما در فازی نیستیم که الان درباره نظام آینده فکر کنیم و تصمیم بگیریم. زمزمه هایی شروع شد که به نظرم پارازیت به مفهوم واقعی، و ارتش سایبری هم قطعا و حتما در این وسط بیکار نیست. اگر قرار بشه در این فاز با هم بر سر آینده بجنگیم و تقسیم غنیمت، تقسیم قدرت، اون وقت دچار اشتباهات راهبردی میشیم که ممکنه دیگه هرگز نتونیم جبرانش بکنیم. مبادا اقوا بشیم، مبادا دیگران بتونن ما رو فریب بدن، بین ما اختلاف بندازن، ما رو رقیب هم دیگه بکنن. تمام تلاششون این بود که در این مدت بین شخصیت ها دیوار کشی بکنن، اونا رو تبدیل به رقیب بکنن. چی بود همین بحثی که من دیروز داشتم با دکتر هلاکویی داشتم، هما سرشار داشتم دیروز دیشب با جمعی از دکتر نوریزاده بود، نمیدونم آقای خیلی بودن، خیلی آقای عباس پهلوان بود، حرف من این بود که شما وقتی میاید افراد رو تبدیل، هویت رو تبدیل میکنید یا شخصیت رو تبدیل به عدد و رقم میکنید، میگید محبوبیت شما اینقدر، محبوبیت شما اینقدر، عملا چی کار میکنید؟ اقلیت های کوچک رو وادار میکنید که برای اینکه با شما هم تراز بشن برن با هم متحد بشن، در چه رقابت ایجاد میشه؟ چرا ما این کارو میکنیم؟ چرا اقوا میشیم با یه نظر سنجی؟ ما همه به هم احتیاج داریم، جدول کلمات متقاطعه، هرم نیستیم، یکی نوکش باشه یکیش تهش باشه. اینا واژه هاییست که گاهی هم این واژه ها به هم نمیخورن، ولی شنان در کنار هم میشینن که معانی جدید تولید میکنن. ما باید جدول کلمات متقاطع باشیم، دست کم این دوره رو اینطور ببینیم، در کنار هم بنشینیم، با قدرت تمام در برابر جمهوری اسلامی حمایت کنیم از مردم وطن خودمون. آقای دکتر بفرمایید. بله، ببینید چند مسئله شما مطرح کردید. یک اینکه باید تفاوت قائل شد بین دشمن و مخالف. ما به درستی نظرات متفاوتی در سپهر سیاسی ایران وجود داره، خیلی هم خوبه، چون نشان از دموکراسی داره، از پلورالیسم داره، تو همه کشورها وجود داره، ولی دلیل نمیشه که کسی که مخالف شماست دشمن شما باشه. مخالف باش میتونی بشینی صحبت کنی، با مخالف شما فحاشی نمی کنی، گفتگو میکنی، صحبت میکنی، برای اینکه حد اکثر تاثیرگذاری میتونه که در نظرات اون تغییر پیدا کنه. خب اگر فحاشی کنی طرف موضع میگیره، پشت خودش پشت یک سپر پنهان میشه و به شما حمله متقابل میکنه. بنابراین باید گفت
نظرات مختلف هم میشه داشت، میشه در سمینارها راجع به مسائل مختلف صحبت کرد، ولی الان نیروهای سیاسی ایرانی خارج از کشور در جایگاهی نیستن که بخوان تصمیم بگیرن آینده در آینده ایران چه سیستم حکومتی خواهد بود، چه سیستم دولتی خواهد بود، بوروکراسی یا دیوان سالاری چگونه خواهد بود، متمرکز، غیر متمرکز، فدرال، غیر فدرال، سیستم اقتصادی لیبرال، نیمه لیبرال، همه اینها باید در جریان پس از براندازی، پس از اینکه یک قانون اساسی مدرن و دموکراتیک به تصویب رسید، در آنجایی که جای این نوع گفتگوها هست همه اینها به گفتگو گذاشته بشه و بعد به رأی مردم گذاشته بشه، از طریق صندوق رأی انتخاب بکنن مردم ایران چه نوع سیستم حکومتی میخوان و چه کسانی میخوان که کشور رو اداره کنن در اون مقطع زمانی مانند هر کشور نرمال و دموکراتیک دیگری. آنچه که امروز باید پایه توافق بین نیروهای مختلف باشه نکات مشترکه، و این به این معنا نیست، من منظورم این نیست که نکات مورد اختلاف رو نباید فراموش کرد، نه هستن، جاشون بحثای علمی یا سمینارهایی است، ولی نه که به شبکه اجتماعی کشیده بشه و اونم با زبان فحاشی و توهین به یکدیگر. این اتفاقا شاهزاده رضا پهلوی اخیرا خیلی روشن هم تو صحبتاش گفت و از طرفدارانش خواست و از بقیه خواست که احترام یکدیگر رو نگه دارن و در پشتیبانی از خیزش مردمی و انقلاب زن زندگی آزادی همراهی کنن، پشتیبانی کنن، چون هر ببینید هر کدوم از این حملات یک جناح به جناح دیگر از سوی جمهوری اسلامی مورد کمال استفاده قرار میگیره. شاید برخی از دوستان ندانند وقتی نمایندگان جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف سفراشون یا دیپلمات‌هاشون با مقامات اون کشورها میشینن صحبت میکنن، چند کارت ها همیشه روی میز میذارن. یکی این که اپوزیسیون ایران قادر نیست در الان که در قدرت نیست، الان که هیچ خبری نشده، سر حداقل ها با هم به گفتگو بنشینن و توافق کنن. فکر کنید بعدش چه خواهد شد؟ ایران خواهد شد سوریه جدید، جنگ داخلی، این اون را خواهد کشت. روی این مسئله، روی این تبل میکوبن و روی این مسئله تبلیغ میکنن و این مسئله تاثیرگذاره. فکر نکنید تاثیرگذار نیست، برای اینکه کشورهای غربی و کشورهای منطقه همه وحشت دارن از اینکه یک کشوری به وسعت ایران که خیلی بزرگتر از سوریه یا عراق یا لبنانه دچار آنچنان بی‌ثباتی بشه در صورت سقوط جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی که از هر گوشش یک گروهی در دست یک گروه باشه و با هم به جنگ بپردازن. خب میگن فعلا این باشه بهتره، برای اینکه وقت اروپا که الان درگیر جنگ اوکراین با روسیه است، حداقل کشور غربی به هیچ وجه به هیچ وجه نمیخوان درگیر یک بحران نظامی یا جنگ دیگری بشن در یک منطقه‌ای که تازه خیلی اهمیت داره از نظر سغول جیشی و از نظر خب نفت و گاز و اینها از اون منطقه میگذره میاد به اروپا. بنابراین اینها نفت و گازشون از روسیه رو قطع کردن. اگه قرار باشه کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس هم به خاطر ناثباتی در ایران، بی‌ثباتی در ایران نتونن که دامنش به راحتی به آبهای خلیج فارس خواهد رسید، نتونن نفت و گازشون رو صادر کنن، خب اون وقتش این یک مشکل بسیار بزرگ خواهد بود برای اروپایی ها. بنابراین یک تأثیر منفی داره و این تأثیر منفی رو جمهوری اسلامی و دیپلمات‌هاش و نمایندگانش در گفتگوها دیدارهاشون با کشورهای خارجی روی میز میذارن و سرش اصرار میبرزن. خب یک مسئله دیگه هم تأثیر روانی داخل داره. شما نگاه کنید اخیرا روزنامه های نظام خیلی در داخل ایران رو، هرچه روزنامه ها بیشتر وابسته به نظام باشن یا به سپاه باشن، بیشتر روی تبل این اختلافات میکوبن و راجع به اونها صحبت میکنن. برای این هم هدفش ناامید کردن مردم ایران، مردمی که از
4 ماه و نیم تقریبا 5 ماه پیش در خیابانن، بهشون میگن آقا ببین شما چشم به کی دوختی؟ به این گروه های سیاسی، اینا قراره بیان، اینا که سر کوچکترین مسئله به جون هم میپرن، شما چطوری فکر میکنین میتونن بیان کشور رو بعد جمهوری، بعد از اینکه ما رفتیم اداره کنن؟ حالا به این صراحت نمیگن، ولی هدف تبلیغاتشون اینه، چیزی که میخوان به مردم القا کنن اینه که جانشین بسیار خوب و بسیار موفقی که برای جمهوری اسلامی نیست، بنابراین همون بهتر که ما باشیم، حداقل کشورتون تیکه تیکه نمیشه، جنگ داخلی راه نمیفته، یه حداقل امنیتی برخوردار هستی تو منطقه. هم بالاخره ما با زورم که شده یک نوع روابطی با برخی از کشورها داریم، بنابراین شما بیان از ما بنابراین باید این نیروها و افرادی که وارد این گونه بحث و جدل ها و پولمیک های بیهوده میشن، میگم من مخالف این نیستم که در مورد فدرالیسم یا سمینار گذاشته باشه هر کی بیاد نظر خودش رو بگه، ولی اینکه بحث رو بکشی به شبکه های اجتماعی، اونم با فحاشی، که کسی که فدرالیسته خائنه، کسی که مرکزگراست خائنه، دیپلم خیانت یا وطن پرستی رو هیچکی نمیتونه به دیگری بده. این مردم ایران هستن که در کلیتشون میتونن یه همچین چیز رو از طریق صندوق رای بدن، حزبی رو که مردم ایران یا گروهی رو که مردم ایران خائن بدونن یا مناسب بدونن، مطمئن باشید که در اولین انتخابات آزاد رای نخواهد آورد و حتی به پارلمان اگر یک مثل عمده کشورهای اروپایی یک حداقل 3-5% بذاری، به اون 3-5% هم نخواهند رسید و به پارلمان راه پیدا نخواهند کرد. این مسئله رو واگذار کنیم، این مسائل انتخابی رو واگذار کنیم به مردم ایران و نیایم در خارج از کشور بخوایم ما واسه مردم ایران تعیین و تکلیف کنیم. ما یک بخش کوچکی از جامعه ایران هستیم. میگویند 6 میلیون ایرانی در خارج هستیم، خب ملت ایران 280 میلیونه، ما 10% هم نیستیم. چگونه معتقد به دموکراسی هستیم و این دموکراسی 6-7% میتونه تعیین کننده باشه برای 93-94% باقی مونده که در داخل کشور هستن، زیر فشار هستن، بهای سنگینی پرداخت میکنن، هزاران نفر در زندانن، 600 نفر در این جریان این خیزش مردمی کشته شدن، بسیاری مجروح شدن. من چند روز پیش عکس کسانی میدم که چشماشون با گلوله‌های ساچمه‌ای که دست بسیج و نیروهای انتظامی است کور شده و اینها لبخند میزنن و پشیمون نیستن از اینکه رفتن تظاهرات و چشمشون کور شده. از اونها یاد بگیریم، از اونها خجالت بکشیم. کسی که میره یک چشمشو، چشم یکی از مهمترین بخش اندام یک انسانه، کسی که از چشمش مایه میگذاره یا از جونش مایه میذاره میره تو خیابون و علیه جمهوری اسلامی اعتراض میکنه، آیا حقش اینه که یه عده با فحاشی به یک دیگر این جنبش رو به نوعی منحرف بکنن؟ من فکر نمی کنم. من یکی از جانب اونهایی که این کار رو میکنن خجالت میکشم. ممنونم. بنابراین همینان هم بر سر ذخایر معدنی با هم جنگ نکنیم که هنوز اون رو حفر نکردیم. این خطرناکترین کار ممکنه پاره از گروه هاست و بعد به نظر من باید همین اپوزیسیون که امروز میخواد در کنفرانس مونیخ شرکت بکنه با رؤسای دولت‌ها همینطور و شخصیت‌های جهانی درباره جنبش انقلابی ایران مذاکره کنه، حتما هیئت‌هایی رو تعیین بکنه از دیپلمات‌های برجسته که برن با دولت‌های منطقه هم صحبت بکنن. به نظر میسه یک ترسی گریبان دولت‌های منطقه رو گرفته در منطقه خاورمیانه. اینا به طور غریزی از یک ایران نیرومند میترسن. ما باید حتما اقدام بکنیم، با اونها وارد گفتگو بشیم، اونها رو مطمئن بکنیم که نظام بعدی که در ایران بر سر کار میاد، حالا چه جمهوری باشه چه پادشاهی باشه، هر چه بسته به انتخاب مردمه، نظامی است که قطعا و حتما وجودش برای کل خاورمیانه نافع‌تره. قصد داره با تمام کشورهای منطقه خاورمیانه روابط دوستانه و حسنه داشته باشه، چون دشمنی نداره، در امور اونها هرگز دخالت نمی کنه.
چون معنای ما معنای عواقب دخالت در کشورهای دیگری دیدیم که متاسفانه جمهوری اسلامی بنیانگذارش بوده، اونم با تیغ مذهب خاورمیانه رو به هم ریخته. ببینید چه مصیبت هایی بر ملت های خاورمیانه تحمیل کرد، از یمن گرفته، نگاه کنیم به وضعیت رقتبار یک مملکت فلاکت زده مثل سوریه، مثل عراق. عراق یعنی یواش یواش داره خودش رو جمع و جور میکنه. این هم خبر بدی برای جمهوری اسلامی است، داره تلاش میکنه که جلوی شستشوی پول جمهوری اسلامی در عراق رو بگیره. آمریکایی‌ها خیلی فعال شدن، همینطور در لبنان که جمهوری اسلامی دیگه زورش مثل سابق نمیشد. اینا خبرهای خوبی برای جنبش ماست. آقای دکتر رفعت، در این زمینه هم خواهش کنم توضیح بدید، یعنی واقعا یکی از وظایف مبرم ما، فقط فکر نکنید با دولت های غربی، باید سریعا باید با قدرت های محلی ما وارد گفتگو بشیم، چون من دارم چیزهایی میبینم امروز در برخی از رسانه هایی که به شکلی وابستگی هم دارن به اون سو، که نشون میده که واقعا این یک ترس جدیه، یعنی یک ترس غریزی دوباره به سراغ اونها اومده. اگر اینها که خودشون دارن با انجام اصلاحات سعی میکنن که از این فضای تارنکبوتی هزار اندی ساله بیرون بیان، چشم آینده دوختن، مطمئن باشن یک ایران نیرومندتر، دوست، رفیق و متحد بهتری برای اونهاست. بعض از حکومت های مثل جمهوری اسلامی ترسید و فراموش نکنن این مانع مذهب بوده، این تیغ مذهب بوده که این اختلافات رو ما بیشتر عمیق کرده. حرف های این وضعیت امروز در بلوچستان اگه نگاه کنید، همین سیستان و بلوچستان خودمون یا در زاهدان خودمون، نشون میده که این مردم که نیستن، که این علایق ملی نیست که چنین بلایی بر سر مردم زاهدان آورده و اصلا در خود سیستان و بلوچستان. این تیغ مذهبیه که حکومتی امروز بر سر کاره که اونا رو کافر میپنداره، اجازه حیات به اونها نمیده، حیات مذهبی نمیده. پس مشکل در جای دیگری است، اون مشکل باید برطرف بشه. آجا چرا فقط بفهم؟ بله، البته جمهوری اسلامی حتی مثلا در جنوب عراق که همه شیعه هستن هم انقدر زورگویی کرد، انقدر دخالت کرد که اگر شما تظاهرات مثلا دو سال اخیر رو ببینین، غیر از بغداد که عمده جمعیتش شیعه هستن، عمده تظاهرات در مناطق سنی نشین عراق نبوده، در مناطقش علیه جمهوری اسلامی، در مناطق شیعه نشین جوانها به خیابون اومدن، کنسولگری های جمهوری اسلامی رو با آتش کشیدن و تظاهرات کردن علیه جمهوری اسلامی و اعوان و انصار عراقیش. ببینید بسیار مهمه که ما که با کشورهای منطقه ارتباط برقرار کنیم. ببینید ما در هر صورت در اروپا که زندگی نمی کنیم، ایران در یک منطقه زندگی می کنه که در هر حال محتاج به روابط حسنه با همسایگانش، حالا یا همسایگانی که هم مرز نیست ولی در هر صورت همسایه هستند، کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، حتی برخی از کشورهای شمال آفریقا هم که بسیار به نوعی با ما میتونن رابطه داشته باشن. ما باید با اونها گفتگوهایی را از هم اکنون آغاز کنیم و بر پایه احترام متقابل به اونها بگیم که یک ایران قدرتمند، یک ایران باثبات، یک ایرانی که اقتصادی شکوفا داشته باشه، یک ایرانی که نخواد در کار کشورهای دیگر دخالت کنه، به نفع همه است. من فکر میکنم که سیاستمداران این کشورها شاید ترس داشته باشن از اینکه یک ایران قدرتمند ممکنه سایه بندازه روشون، ولی در هر صورت ترس اونها از یک جمهوری اسلامی که نیروهای افراطی و گروه‌های تروریستی رو در کشورهایشون حمایت مالی و معنوی میکنه بیشتر میترسن. بنابراین در نهایت حاضرند بشینند با نیروهایی که خواهان ثبات نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه هستند به گفتگو بشینند و با اونها همکاری کنند. این مسئله یکی از کمبودهای بزرگ اپوزیسیون سیاسی ایران در خارج از کشوره که نگاهش به منطقه رو عملا گذاشته کنار. من اطلاع ندارم از هیچ گروه سیاسی ایرانی
که یک هیئتی فرستاده باشه لبنان با نیروهای مخالف حزب الله لبنان نشست و برخاست بکنه، گفتگو کنه. هیئتی رو فرستاده باشه به عراق بشینه با نیروهای عراقی، شیعیان معتدل، چون تو عراق گروه های شیعه هم هستن که به هیچ وجه از جمهوری اسلامی خوششون نمیاد، گروه های سنی مسیحیان عراق گفتگو کنه. من هیچ وقت، من بارها بعد از آغاز جنگ روسیه و اوکراین به شخصیت های سیاسی که این برون بر میدیدم میگفتم ببینید اوکراین مشکل اصلی اولویت کشورهای اروپایی است. جمهوری اسلامی در کنار روسیه قرار داره. اگر اپوزیسیون ایران بتونه به نوعی در کنار دولت اوکراین قرار بگیره، این میتونه بسیار کمک کنه، میتونه راه رو برای تماس‌ها در سطح بالا برای اپوزیسیون ایران تسهیل کنه، باز کنه. جاره. این رو من تو تظاهرات‌ها دیدم تو کشورهای مختلف که وقتی اوکراینی‌ها میان در تظاهرات ایرانی‌ها شرکت می‌کنن، چگونه برخورد می‌کنن، چقدر از ایرانی‌ها حمایت می‌کنن و چقدر اگر گروه‌های کوچک ایرانی در تظاهرات اوکراینی‌ها بره با چه استقبالی روبرو میشه. بنابراین چرا تا کنون هیچ گروه اپوزیسیون ایرانی پا نشده بره لهستان، اونجا قطار بگیره بره به اوکراین و با مقامات اوکراین، من نمیگم با زلنسکی یا وزیر خارجهشون، با مقامات دیگر دولتی اونجا ملاقات بکنه؟ چرا این کار انجام نمیگیره؟ چرا با سفرای الان در یکی دو تا کشور ایرانیا با دیپلمات‌های اوکراینی نشست و برخاست کردن؟ چرا این کارها از همون ابتدا نشد؟ بنابراین من فکر میکنم که در که اپوزیسیون ایران هم باید گفت اپوزیسیون در خارج از کشور هم خوب کار کرده، هم دارای مشکلاتی است و کمکاری هاییست که باید اونها رو مرتب تکرار کرد و روشون انگوش گذاشت که اینها هم رفع کنن، چون واقعا هرچی ما جلو میریم نقش گروه ها و ایرانی های خارج از کشور که سفرای انقلاب زن زندگی آزادی هستن با بیشتر میشه و باید فعالیت بیشتری بکنن. همینطوره. خب تجربیاتی که ما نداشتیم ولی الان اخیرا خب آقای اسماعیلی بوده با مقامات خیلی مهم کانادایی دیدار داشته، صحنه دیدیم خانم مسیح علی نژاد در کاخ الیزه با امانوئل مکرون، امروز شاهزاده رضا پهلوی و همینجور خانم مسیح علی نژاد در کنفرانس. اینا داره، اینا تجربه های دیپلماتیک، تجربه های بین المللی اپوزیسیونه. حالا اگر تمام این گروه ها بتونه مشترک عمل بکنن، بتونن واحدهای دیپلماتیک ایجاد بکنن یا کمیته های دیپلماتیک که این کار رو انجام بده، نظر آقای دکتر عفت بسیار درسته. انهایی از کشورهایی که آغوش باز ما رو میپذیره اوکراینه، ما با در اونجا دفتر داشته باشه، اپوزیسیون ما در اونجا دفتر داشته باشه، یه چیز شبیه سفارت خونه با تویتونه عمل بکنه، نزدیکتر به ایرانه. یک کشوری که عملا جمهوری اسلامی داره در کنار روحیه با در کنار روسیه با یک اتحاد شیطانی، واقعا شیطانی. حالا یه مردم یک ملت کوچکتر وارد عمل شدن، این پهپادها میتونه که مصرف نظامی نداره، بیشتر علیه شپ، علیه غیر نظام است، یعنی مردم عادی، مردم کوچه و بازار. آقای دکتر عفت سیمانوس، یه نظرتون راجع به این کنفرانس، این دیدار فردا بدید، آقای حامد اسماعیلیون، شاهزاده رضا پهلوی، خانم مسیح علی‌نژاد، نازنین بنیادی، سعدی کریمی و کسی از قلم نیفتاده باشه، شیرین عبادی، آقای شیرین عبادی، بوشت فرهانی، شیرین عبادی است. بله نظرتون رو بدید لطفا. ببینید این فکر میکنم بسیار جلسه مهمیه، ما صحبت از این میکنیم که شخصیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اینها نقشی داشتن و میتونن نقش مهمتری هم داشته باشن. بنابراین من فکر میکنم که این دیدار که این نه ائتلاف، یعنی زیادم نباید به چیزی که هنوز وجود نداره امید بست،
این یک اولین دیداره که اینها در کنار هم در یک دانشگاه شهر واشنگتن برخی به صورت مجازی برخی به صورت حضوری در کنار هم میشینن و هر کدوم صحبتهای خودش رو میکنه. این اولین قدمه ولی یک گام بسیار مهمه، باید به فال نیک گرفت و انتظار داشت که این صحبتهایی که جمعه در واشنگتن آغاز خواهد شد بتونن در سطح دیگری ادامه پیدا کنن، ولی متاسفانه ما میبینیم که یه عده از همین حالا هنوز چیزی برگزار نشده، نشستی برگزار نشده، از همین حالا شروع کردن. حالا یک بخششون سایبری های نظام هستن، یه بخششون شخصیت های حقیقی هستن که همه میشناسیم در شبکه های اجتماعی حمله که این نباید بره، چرا اون هست، چرا این نیست و از این حرفا. من فکر میکنم که ببینید همه که نمیدونستن 300 نفر رو دعوت کنن، که باید میبایستی یک عده رو انتخاب کنن و به نظر من هم کم نسبتا خوب انتخاب کردن، یه مقدار فراگیره. هم یک نوع چیزی است که الان توی کشور غربی بسیار مهمه، برابری شمار مردان و زنان، 4 مردن و 4 زن، و این بسیار مهمه از نظر افکار عمومی غربی، این مسئله بسیار بسیار مهمه. دو، ما کسانی رو داریم اونجا که جمهوری خواه هستن، شاهزاده رضا پهلوی هست، خانم عبادی است که نوبل صلح داره، آقای مهتدی است که کرد، آقای حامد اسماعیلیون است، بعد دو هنرپیشه هستن، یک ورزشکار است، یک فعال حقوق بشر و روزنامه نگار است. بنابراین کم و بیش میشه گفت مجموعه بسیار قابل توجهیه که میتونه راه رو باز کنه برای اینکه نشست های دیگری داشته باشن، و شاید در صورتی که این نشست جمعه موفق باشه شاید بتونه زمینه ساز باشه برای اینکه در آینده نه چندان دوری به اون نتیجه برسه که شما بهش اشاره کردید، یعنی اینها حداقل نه که بیان یک ائتلاف سیاسی و یک حزب واحد درست کنن یا یک گروه واحد، نه، در برخی زمینه ها من جمله دیپلماسی و فعالیت های دیپلماتیک در سطح کشورهای مختلف بتونن یک نوع همکاری بکنن و یک افرادی رو در هر کشوری انتخاب کنن که بتونه نظراتی رو بیان کنه در گفتگو با احزاب و دولت و مقامات اون کشور که نظرات فراگیر باشه و انگشت مرتب هر جا فرصت پیدا کرد انگشت روی اختلاف نظرها نذاره، چون در اون صورته که ما خواهیم توانست حمایت بیشتری رو در سطح بین‌المللی پیدا کنیم. ببینید ما نگاه میکنیم در کشورها، آلمان، احمد جان یک دقیقه وقت داری، یک دقیقه، در آلمان حزب راست افراطی با حزب چپ افراطی توی یه پارلمان هستن، در ایتالیا تا ماه سپتامبر یک ائتلافی که حزب چپ در اون شرکت داشت بود الان نخست وزیر از راست افراطیه، هیچ اتفاقی هم نمیافتاده، زیر یه سقف توی پارلمان نشستن. بنابراین ما باید به غرب بگوییم، به کشورهای دموکراتیک، که ما از این قابلیت برخورداریم، میتونیم همدیگر رو تحمل کنیم، برای کشورمون در کنار هم کار کنیم، هر کی با نظرات خودش. آفرین احمد عزیز، احمد رفعت عزیز، دکتر رفعت، خیلی سپاسگزارم، مثل همیشه دوست با تجربه ما که واقعا دنیای امروز رو بارها و بارها دوره کرده به عنوان روزنامه‌نگار بین‌المللی. ممنونم از حضورش، حتما گفتگو با احمد رفعت رو پی میگیریم همینانم. احمد جان خیلی تشکر میکنم از حضورت. منم سپاسگزارم علیرضا جان و از سپاسگزار از بینندگانم که حوصله کردن به حرفای من گوش دادن. ممنون. از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم همینانم. خب برابر پیم گیریم همگنان عزیز و ارجمند، یه موضوعی رو در قسمت اول درباره صحبت شد، این که ما اگر فراموش کنیم در چه فازی هستیم ممکنه دچار اشتباهات جبران ناپذیر راه بردی بشیم. باید بدونیم الان در چه فاز، الان فاز
تقسیم غنیمت و تقسیم قدرت نیست. الان مباحثی شروع شده در پاره از رسانه‌هایی که خیلی نزدیکم به برخی دولت‌های منطقه خاورمیانه که نشانه ترس اونهاست از تغییر وضع در ایران و قوی شدن ایران یا روی کار آمدن یک دولت متکی بر دموکراسی. خب این ترس زائده، میگم هیئت‌های دیپلماتیک باید بره حتما با این کشورها وارد گفتگو بشه و به اونها اطمینان بده که وضعیت در آینده به شکلی خواهد بود که حتما منافع متقابل تأمین بشه و کشورهای منطقه بعد از مدت‌ها تنش و ناآرامی برسن به عصر آرامش و روشنایی و درخشش. امیدوارم اینطور بشه حتما. مثلا مطرح کردن مسائلی که مربوط به تقسیم قدرت میشه در ایران یا ایجاد نظام‌های فدراتیو و و استدلال‌های وضعیت میخونی در پاره از این گزارش های و این مقالات که واقعا نگران کننده است. من در نمونه میدم حالا در مورد اونایی که این همه دارن سوگند میخورن به اینکه یک نظام فدراتیو مبتنی بر دموکراسی میتونه حقوق همه مردم رو در ایران تامین بکنه و ارزش شهروندی دیگه نه به جنسیت نه به قومیت نه به ملیت، همه مساوی در برابر قانون. کاملا درسته، ولی یه سوال دارم. این کشور جمهوری اسلامی پاکستان فدراتیو هست یا نیست؟ یک نظام فدراتیوه، یک نظام فدراتیوه، مناطقی داری که خود مختارن. این تقسیم بندی رو نگاه کنید، این مناطقی که میبینید همه خود مختارن. میخوام ببینم که واقعا در این مملکت کسی بوی از دموکراسی برده، یعنی سیاست دست کم، مردم رو نمیگم، سیاست بوی از دموکراسی برده. کشور دیگری به شما نشون میدم، اسمش فدراسیون روسیه است، 21 جمهوری دموکراتیک داره یا مناطق به اصطلاح فدراتیو داره، مناطق خود مختار داره. تازه دو تا شرط اون مملکت باز خودشون خود مختارن، مثل مسکو یا سن پترزبورگ، اینا شهرهای خود مختار محسوب میشن. این مملکت دموکرات به نظر شما؟ فدراسیون روسیه به رهبری آقای ولادیمیر پوتین یک کشور دموکرات تو این دنیا محسوب میشه یا ازش به عنوان یک دژ دیکتاتوری هولناک و بیرحم یاد میکنن که تازه قیام کرده برای مصلح کردن نظام هایی که امروز در اروپا هستن و از بین بردن تمدن اروپایی؟ با چی هستیم در این منزل از برنامه با آقای من حرفایی دارم در این زمین ها رو بعدم با دوستان عزیز مطرح میکنم، حتما بموند برای بعد، با کارشناس مطالعات امنیتی آقای عرفان قانیفر. آقای قانیفر خیلی خوش آمدید، ممنونم. عرض ادب و احترام خدمت شما و همه دوستان نازنین های هموطنمون که در هر کجا صدا و تصویر ما رو دارن، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ممنونم. در CIA در باره ایران الان چی میگذره؟ بگوری الان رفتیم توی ساختمان CIA، بخواد از دریچه CIA به ایران نگاه کنیم و جنبش انقلابی ایران، اطلاعاتی هست واقعا به ما بگی که اونها الان چی فکر میکنن یا نیست؟ عرض کنم خب خیلی سخته کسی بیاد درباره یک نهاد جاسوسی صحبت بکنه یا یک نهاد اطلاعاتی امنیتی، ولی اون چیزی که فهم من هست در واقع از چند جنبه نهادهای اطلاعاتی امنیتی جهان میان و کشورهای هدف رو بررسی میکنن. خب یکی از اون نهادهای اطلاعاتی امنیتی مشهور در جهان هم CIA هست در لانگلی واشنگتن و یا مرکزش در کالیفرنیا. به هر حال ایران از چند جنبه بررسی میشه. یک، رفتار تهاجمی در کشورهای منطقه. دو، بخش تلاش ملایان حاکم بر ایران برای رسیدن به بمب هسته‌ای. و سه، رفتارهای ایزایی در شبکه فراملیتی تروریسم. چهار، در واقع اوضاع داخلی ایران به آشوب هست و متزلزل
و هر آن احتمال فروپاشی ساختار خلافت اسلامی ولایت فقیه وجود داره و ملایان هم این رو کم کم متوجه شدن، اونجوری که گزارش‌های جسته و گریخته میاد برای اینکه مثلا دارن اموالشون رو میفروشن یا رها میکنن یا حتی اموال دولتی رو هم دارن میفروشن. این یعنی مثلا تقسیم ارث بین حکایت 42 بغداد و اینها دنبال این هستن که هرچی هست رو به اصطلاح نقد بکنن. یعنی ایران برای خلافت اسلامی ولایت فقیه و ملای وحشی صرفا یک مغازه، یک دکان، یک شرکت تجاری چند منظور است که ازش پول در بیارن برای ایدئولوژی مخرب و ویرانگر خمینیسم. اینها درد ایران ندارن، اینا برای آبادانی ایران نیومدن، اینا 44 سال اومدن که پرچم و بیرق اسلام به قول خودشون و شیعه‌گری و در واقع تفکر کهنه ویرانگر و بیاد شده خمینیسم که انبانی از رذالت هاست و توسعه بدن. پس بنابراین فراموش نکنید که 1357 یک سیلاب ویرانگر بود، یک مشت رسوای نامتعادل روحی روانی بهمن سیاه 57 رو پدید آوردن، یک مشت قشری، یک مشت انسانهای کورذهن متحجر و این درد هولناک برای ملت رنجیده بعد از 44 سال هنوز ادامه داره. هیچ نهاد اطلاعاتی امنیتی در جهان هم نمیتونه این فاجعه رو که جمعی مخرب وکالت مذبوحانش رو برات داشتن رو جبران بکنه. اینها دنبال این هستن که اگر این نظام فروپاشی کرد در واقع گرد و غبارش چشم بقیه رو کور نکنه، خاطر اینکه نشانه های زوال سیستم ملایان حدید و علنی شده و ایران آباد و مستقبل رو شرکت کنندگان در بلوار 57 دوست نداشتن و الان هم برای گذار منطقی و عقلانی از این بحران در واقع دوباره با پرچم مخالفت 57 های ویرانگر روبرو شده و با زبان دراز و دهان گشاد در رسانه ها مرتباً دارن دورافشانی میکنن برای اینکه مردم رو بترسونن و بلرزونن که مبادا از 57 عبور بکنن. 25 کشور در جشن جمهوری اسلامی، 25 کشور مترقی و کشورهایی که با جمهوری اسلامی مناسبات حسنه هم داشتن در تمام این سال، دست کم اونا خیلی رعایت میکردن به خاطر منافع اقتصادیشون، شرکت نمی کنن. معنیش چیه؟ عرض کنم که مهره های سوخته وابسته به نظام ولایت فقیه هستن با عوام فریبی سعی میکنن حقیقت رو در زیر فرش پنهان بکنن، نقش مخرب رو بیان رنگامیزی بکنن و در واقع گربه رو در جای بلبل به فروش بذارن. خب این غیر ممکن هست. این نیروهای جهنمی از رسانه ها استفاده بکنن برای اینکه عمال حکومت آخوندی و حکومت خائن به ملت ایران رو به عنوان قهرمانان کاغذی به جهان معرفی بکنن. جهان هم متوجه این عروسک بازی و خیمه شب بازی شده و براشون مایه ننگ و شرم هست که بیان با مشتی اوباش مخرب ویرانگر چماق به دست هم نشین بشن. طبیعی است و در واقع ایران در غرقابی مهیب‌تر از گنداب 57 فرو خواهد رفت اگر مردم ایران از خواب غفلت بیدار نشن و این قشر خاکستری هم در تاریخ آینده به عنوان ننگ تاریخ ازشون یاد میشه که همراه با نسل جوان نبودن. نسل جوانی که قهرمانان این مبارزه بودن در طی 5 ماه اخیر تونستن جهان رو آگاه بکنن که با دمل چرکی 57 باید چی کار کرد و اگر این افراد در این کشور حضور پیدا نمی کنن صرفا برای حفظ آبروی خودشون هست، به خاطر اینی که با مشتی شارلاتان انسان هم نشین نمیشه. حالا اسمشو اسلام میذارن، اسمشو حکومت انقلابی میذارن، اسمشو نمیدونم اصلاحات میذارن، معتدلیون میذارن، مصدقیون میذارن، هر اسمی که میذارن به خودشون ارتباط داره ولی در عالم واقعیت در واقع این دام هولناک برای مردم ایران رو جهان هم کم کم متوجه شد و دیگه اینجا اقتصاد حرف نمیزنه، اینجا دیگه مسئله امنیت هست که با یک مشت چماق به دست بعد از فروپاشی باید چی کار کرد، با یک مشت کهنه تفنگچی زبان نفهم و متعصب بعد از فروپاشی حکومت ملایان باید چی کار کرد، چه زندگی مسالمت آمیزی رو میشه در آینده ایران رقم زد با بقایای تفکر 57، با تروریست ها، تجدید طلب ها
و آدم هایی که نوکر و پابوس و دستبوس اجنبی هستند، با اینها چه نظام مسالمت آمیزی رو میشه برای جوان ایران پدید آورد؟ الان به نظرم نهادهای اطلاعاتی امنیتی بیشتر تمرکزشون رو این مسئله است که ایران رو اگر رها بکنن به سمت جنگ داخلی میره، اگر ایران رو در واقع آگاه بکنن این بوق‌ها و دهل‌های 57ها در رسانه‌هاشون اجازه نمیدن. بنابراین نهادهای اطلاعاتی امنیتی خیلی کارشون مشکل هست که بتونن در حد ممکن نیروهای مخرب رو از صحنه حذف کنن. آقای قانیفر، دوباره نیروهای به میدان آمدن که پیش از این سر سفره قدرت بودن، اونها رو پس زدن، خونه رو خانه نشین کردن. حرف اینها اینه که مملکت داره در آتش میسوزه. هشدارهایی که میدن شنیدنی است. این خلاصه ایران تبدیل شده به یک آتشفشان فعال. اما جالب پیشنهاد این میدن خیلی جالب، میگن اگه میخواید ایران درست بشه ما رو دوباره سر سفره برگردونید. این مضمون سخن محمد خاتمی، میرحسین موسوی و حسین مرعشی رئیس دبیرکل حزب کارگزاران اسلامی. چیز دیگری من استنباط نمی‌کنم. حرفشون اینه که به ما میدان تحرک بدید، به منتقدین خودتون، یعنی به اصولگراها میگه مطمئن باشید ما هر کاری از دستمون بر بیاد برای نجات شما انجام میدیم. کسی نمیخواد ایران رو نجات بده، کسی نمیخواد مردم ایران رو نجات بده. هم آقای محمد خاتمی، هم حسین مرعشی، هم تا حد زیادی خود میر حسین موسوی، چون ایشون قصد داره که ما رو برگردونه به دوره عصر طلایی امام. بنابراین همه در فکر نجات خودشونن و نجات جمهوری اسلامی. آقای میر حسین موسوی مخالف سکولاریزمه، بنابراین به دنبال یک جمهوری مذهبی است. حتی در نهایت اگر خیلی هم فکر کنیم که ایشون آرمانی میخواد، آرمانی فکر میکنه، میخواد آرمانی عمل بکنه، میخواد یک نظام مذهبی جدید در ایران ایجاد بکنه. از بازار آگهی عبور میکنیم، نظر آقای عرفان قانونی فرد رو جویا میشیم. حضور مجدد اینها. خب همینه، هر چقدر که این جنبش پیش میره جمهوری اسلامی هم چی دیگه ذخیره داره، هر چی نیرونی رای ذخیره را حتی به میدون آورده. در بیرون از ایران لابیهاش تا حد زیادی خونسا شدن، سعی میکنه از عواملی استفاده بکنه که تصفیه در بین خود ما هستن، در کنار ما، در بغل گوش ما هستن و صدای اونها رو در شبکه های تلویزیونی متعدد، حتی شبکه های کلان میشنویم و میبینیم اونها رو. نشون میده که جمهوری اسلامی بیکار ننشسته، یا در از عوامل خودش استفاده میکنه، یا متاسفانه گروه هایی هم هستن که اقوا میشن، یعنی زیر فشار این ماهواره قدرت در ایران قرار میگیرن. این ضد اطلاعاتی که جمهوری اسلامی بوده یا تلاش هایی که میکنه برای ایجاد جدایی بین ما در ایران، که داره از نیروهای ذخیره خودش استفاده می‌کنه، نیروهای پسرونشین مثل محمد خاتمی. نیروهای محمد خاتمی یک آدم تو سری خورده است، بارها رهبر جمهوری اسلامی تو سری زده، ممنوع خروجش کرده، خانه نشینش کرده، اجازه نداده که در رسانه صدا و سیما ظاهر بشه، دوبار خودش اظهار علاقه کرد، رفتن به سراغش، بلافاصله دوباره اون رو به پستو برگردوندن. حرفش اینه من علی‌رغم همه این جفایی که شما به من میکنید، نامهربانی های شما، من دعاگوی شما هستم، من میخوام شما رو نجات بدم، چیزی دیگه در فکر و اندیشه من نیست. تو همه انتخابات شرکت کرده، از همه جنایتکاران اماد پشتیبانی کرده، از همه مهمتر از خلخالی در مراسم خاکسپاری شرکت کرده، کلی گریه و زاری کرده برای فقدان یکی از رذل‌ترین جنایتکاران حکومت اسلام. با آقای عرفان قانیفر عزیز ببینیم نظر عرفان چیه. عرفان جان بفرمایید. عرض کنم در ادامه صحبت‌های حضرت عالی، رسانه‌های اصلاح طلب مثل ویروس ایدز در واقع اندیشه و تفکر مردم ایران رو مسموم کردند در طی سال‌های اخیر و دست بردار هم نیستند. شیخ مشهور تروریست‌ها که کلیه تروریست‌های اسلامی به دور پرگار ایشون میچرخیدن، اسمش منتظری بود. وقتی که خلخالی مرد،
در سر قبر منتظری چه کسی در سر قبر خفاله چه کسی گریه و شیون میکرد؟ منتظری. در واقع نهادهای تروریستی وابسته به سپاه تروریست که به عنوان نهضت‌های آزادی بخش فعالیت کردند در سال 1357 زیر نظر کی بود؟ همین منتظری و پسرش محمد رینگو. و بعد در واقع اینها وابسته به لیبی بودند و در ایران نشریه منتشر می‌کردند برای مردم ایران به زبان فارسی. خب ما در واقع با یک افراد دارای روحیه نامتعادل روحی روانی روبرو هستیم که این افراد مظهر تعصب، حماقت و در واقع ویرانگر هستند به خاطر اینی که آینده روشن ایران رو برای مردم ایران رو نمیخوان. اینا مردم ایران رو در سیاه چال، بدبختی، سیاه روزی و فلاکت میخوان، دشمن ایرانن، مأمور اجنبیان و در واقع ایران رو میخوان در غرقابی مهیب‌تر از 57 فرو ببرن. وقتی منتظر اینطوری هست، در واقع رابطه بین طبق اسناد ساواک رابطه بین مسکو و حزب کمونیست ایران کی بوده؟ یکی مثل طالقانی وابسته به کی بوده؟ گروه های تروریست مجاهدین خلق، فدایان خلق. و وقتی که مجاهدین خلق و فدایان خلق تروریست هاشون در زندان ساواک افتادن، در واقع همین بهشون میگن که مراکز حوزه جاهلیه در قم و مشهد بیانیه صادر کردن به صورت علنی که در نشریه های وابسته به مصدقیون در خارج از کشور منتشر شده. به اینها گفتن حافظان نهج البلاغه و قرآن، درست شد؟ اسمشو گذاشتن زندانی سیاسی. ما با همچین انسانهایی روبرو هستیم که از یک طرف استخاره و شرع بی ربط و امام زمان جلی رو در واقع میان برای ما به ارمغان میارن، از یک طرف دیگه یک اتحاد نامقدس با مرتجع ترین افکار دارن. این افراد در شرایط فعلی اسمشو خودشون گذاشتن اصلاحگر، اصلاح طلب. چی رو میخوان اصلاح بکنن؟ حوزه علمی قم رو، در حوزه جاهلیه مشهد رو، ولایت فقیه رو، چه چیزی رو میخوان اصلاح بکنن؟ و این رو در واقع به یک کسی که حامی تروریسم هست به صورت رسمی، تمام هم و غم ایشون حفظ ساختار خلافت اسلامی ولی فقیه و بعد در واقع تروریسم اسلامی هست. شما نگاه بفرمایید مصدقیون و 57ها در رسانه ها حتما باید بگن مهندس میرحسین موسوی، همونطوری که به یک رزلی مثل بازرگان میگفتن مهندس بازرگان، همونطوری که به یک عوام فریب مثل مصدق السلطنه میگن دکتر محمد مصدق. انگار این جامعه عقب مانده است، این جامعه هیچ هویتی نداره، حتما باید به سه ویرانگر افکار مردم ایران بگن دکتر و مهندس. چه سودی داره؟ چه فایده ای داره؟ یک شخصی که در واقع توی گروه خودش، در کابینه خودش 12 تروریست وزیر بودن، یکی از اونها همین احمد وحیدی هست، یکی محمد غرضی هست، یکی مهاجرانی هست که مشاورش بوده و حامی تروریسم هست، الان ایشون شده در واقع پرچمدار آزادی خواهی. وقتی نسل جوان ایران اسم برند پهلوی رو در خیابون علم زد، شما دقت بفرمایید که رسانه های اصلاح طلبان در خارج از کشور هدفشون رهبر تراشی، عروسک رقصانی و مردم ایران رو سرگرم کردن با مشتی عروسک بی هویت و بعد اسمشو بذارن ائتلاف، اتحاد. و اگر صحبت بکنیم که اینها چه جایگاه و پایگاهی دارن در این عروسک خیمه شب بازی که جز ننگینی و سیاهی چیزی رو برای ایران برمقام نمیارن، میگن شما ها ضد اتحادین، ضد ائتلافین. و در واقع کسی هم نمیدونه که این ائتلاف و اتحادی که میرحسین موسوی، خاتمی و موسوی خوینی ها میخوان برای مردم ایران به بار بیارن، آیا از منجلاب 57 گذر خواهد کرد؟ خیر. اینها دوستدار تولد جمهوری اسلامی دوم هستند. عروسکان خیمه شب بازیشون هم یکیشون تجزیه طلبانی هستند که اینها بهشون پناه میبرند. بنابراین من تصور میکنم که موسوی جزو همون روسیاهان تاریخی است که هم نقش رو بازی خواهد کرد تا لحظه مرگ. خاتمی هم همون هست. و این افراد متاسفانه کارشون اینه که استبداد عمامه و نعلین باقی بمونه، مبادا اینکه اسمی از ایران روشن و متحد و وطن و ملت ایران به بار بیاد. خب خصوص که از کنم یعنی چند مدت پیش خبری آمد که یکی از شخصیت های اپوزیسیون، شخصیت های سرشناس اپوزیسیون با یک آیت اللهی در عراق دیدار داشت، حالا کجا مشخص نیست. اینقدر من متاسف شدم که چه ممکنه ما علاوه بر این همه تجربه ای که داریم، تجربه ها گرانقدریست و این رایی که آمدیم برای اینکه جدا بشیم به هر حال به شکلی به خاطر خود مذهب
این حرفایی که ما میزنیم بی حرمتی به مذهب نیست، حرمتی به اعتقادات مردم نیست. تاسفا اون چی که امثال خامنه ای انجام دادن بی حرمتی به مذهب بوده، بهره گیری از مذهب بوده، کاسبی ما مذهب بوده. اینا در یک کارگاهی را انداخته بودن، کارشون دینکاری بوده، از این ارتزاق میکردن، کسب قدرت میکردن، زندگی میکردن، هزار ساله از این مردم دارن خمس و زکات میگیرن، زندگی میکنن به عنوان عوامل بیکار و بیار توی مملکت. توفیلی هایی که سربار جامعه بودن تا یه هزار سال، نه مالیات دادن، نه کار کردن، نه سربازی رفت کردن، نه خدمت کردن به مملکت، کاری نداشتن جز اینکه مانع تراشی بکنن در راه پیشرفت این مملکت. برسیم به این نقطه، تمام دیوارها رو خراب کردیم، ناگهانی همچی خبری میاد که بعد معلوم شد که خبر کذب محضه. احتمالا خبر باز از همون منابع اومده که اونها رو ما پیشا پیش شناختیم، میدونیم از کجا و کی و چه عواملی در بیرون این خبرها رو منتشر میکنن. خیلی باید هوشمندانه عمل کرد. حالا یه بار برای همیشه ما باید خدافظی بکنیم، مذهب کار خودشو بکنه، مذهبی اون کار خود دخالت نکنن در این جنبش. تصلا چیزی که ما اصلا بهش نیاز نداریم حمایت و پشتیبانی روحانیت و آخوند هاست، هر چقدر هم که مترقی باشن، هر چقدر کار اونها دخالت در تاریخ نیست، دست کم تاریخی که قصدش معماری و مهندسی آینده است. آقای قانیف سراپا گوشی، عرض کنم که اینها دوست دارن بلوای 57 مردم دچار نسیان و فراموشی بشن و اون رو در واقع از دست بدن. شما دقت بفرمایید که از این کارت هایی که حضرات عمال حکومت آخوندی ازش استفاده میکنن تجزیه طلبان هستن، یک افراد، یک گروه هایی با تفکر بیات شده، شعارهای حزب توده و شعارهای ارتش سرخ شوروی رو در سال 1320 به بعد رو دارن تکرار میکنن. چیه داستان؟ در تلویزیون های اصلاح طلبان در لندن میان میگن ایران کشور کثیرالمله است، میان ملت ملت را میندازن، در حالی که این اباطیل حزب توده و ارتش سرخ شوروی بعد از 80 سال چه سودی برای جامعه پویای ایران داره؟ هیچ. مردم ایران رو چطوری که یک ملت هستند برای آینده خودشون بخوان تصمیم بگیرن، اصلاح طلبان از کارت تجزیه طلبان استفاده میکنن. خودشون در وصیت‌نامه خمینیشون اسم همین تجزیه طلبا اومده، خودشون وزیر اطلاعاتشون در مجلس خودشون میاد میگه من میرم با تجزیه طلبا گفتگو کردم، خود تجزیه طلبا اومدن در تلویزیون های در واقع اوباش اعظم بارزانی میاد و اعلام میکنن که ما با جمهوری اسلامی در حال گفتگو هستیم، هنوز در تلویزیون اصلاح طلبا از این استفاده میکنن. شما در نظر بگیرید که شعار زن زندگی آزادی هم یه چیز برگرفته از ایشون بود که در واقع پیکیکه در کردستان ترکیه اون رو ساخته و پرداخته کرد، این شعار قبیله‌ای جهانی نشد. بعد اومدن در یه فیلمی در فرانسه که در واقع یکی از همین خانمان هنرپیشه که الان مدعی رهبری هست بازی کرده، باز همین شعار جهانی نشد. مردم ایران در ظرف 3 هفته این شعار کمونیستی مارکسیستی رو جهانی کردن، زن زندگی آزادی. و بعد میهن پرستان اومدن مرد میهن آبادی رو بهش اضافه کردن. چپهای اسلامی یعنی اصلاح طلبان و چپهای مارکسیست لنینیستی 57 مخالف افزودن مرد میهن آبادی بودن، درست؟ خب چرا؟ به خاطر اینکه میخوان حفظ حرمت پیکه بشه. پیکه چه سودی برای جامعه ایران داشته که طبق اسناد رسمی مرکز ضد تروریسم امریکا گروه تروریستی است، کار شریفش قاچاق مواد مخدر هست، هیچ ربطی به کرد و کردستان نداره. و این داستان ما که ما با یک تئاتر سیاه روبرو هستیم، مردم ایران رو زده کردن، مردم ایران رو در واقع از مدار اصلی که عبور از ملا و عبور از 57 هست پشیمان کردن. 600 نفر انسان، جگرگوشه 600 انسان که 60 نفرش کودک هست در ایران کشته نشدن که یک کهنه وعصی تروریست بیاد به اسم ملت ملت در کنار شهریار ایران بنشینه و در واقع بیاد برای آزادی صحبت بکنه. این مایه ننگ یک جامعه 7000 سال است و مایه ننگ یک جامعه 7000 سال است که انقدر قطر رجال باشه که در واقع بیان در کنار شهریار ایران که به سوی صندوق رأی حرکت بکنن و خودشون رو از منجلاب 57 و ملای شیعه رها بکنن، بیان دست به دامان
تجدید طلب بعثی تروریسم بشن. تغییر رژیم در ایران ساده نیست. پایه‌های قدرت در ایران رو فرو ریختن ساده نیست. چرا؟ چون مشتی کرکس و مشتی طالب و شیفته قدرت در میدان هستند برای خنجر زدن به تنها یادگار پادشاهی ایرانی و آیین شهریاری. و متاسفانه شهریار ما هم به خاطر اینی که نقش خودش رو پدرانه میبینه در قضیه، بعضی این چیزها رو مخالفت نمیکنه و متاسفانه میاد در کنار اینجور چیزهایی هم باید قبول بکنه و بنشینه. ولی از دید شخصی من در این بازار مکاره سیاست، اصلاح طلبان، تجزیه طلبان، 57ها و نوکران اجنبی دوستدار عبور از جمهوری اسلامی نیستن. اینها میخوان جمهوری اسلامی حفظ بشه به خاطر اینکه هویت خودشون حفظ بشه. و اگه جمهوری اسلامی فروپاشی بکنه، اینها بازارشون تخته میشه و دیگه کاسبی ندارن. ولی امیدوارم که نسل جوان ایران خودشون آگاه باشن به این قضیه که این مهرهای عوام فریب سوخته رو در آینده خودشون بازی ندن. این ملت رنج دیده دام هولناک 57 رو تحمل کرد. ولی در واقع اینها هنوز مخالف ایران آباد و مستقل هستند و میخوان وابسته به اجنبی باشه و نبرد کنونی نسل جوان نبرد با 57ها هست. و من معتقدم که این اصالت رو مردم ایران از فرهنگ خودش باید بگیره و بتونه برگرده به اون ریل اصلی که در واقع ریل زندگی هویت ایرانی است و ملیت ایران. و امیدوارم که مردم این روشنایی و آگاهی رو داشته باشن و فریب دستگاه های شمات بازی و شامورتی بازی اصلاح طلبان در خارج سیشن نباشه. تشکر میکنم. چه من در اینجا نظر دیگه دارم، مثلا در باره همین زن زندگی آزادی که دارید اشاره کردید. حالا فارغ از این که ریشاش در کجاست، از کجا شروع شده، که اصلا اهمیت داره، اون چی که مهمه اینه که آمده این شعار آمده در جنبش انقلابی ایران مفهوم ایرانی پیدا کرده. واقعیت اینه بسیاری از اصلاحاتی که امروز ما در دموکراسی ها به کار میگیریم و منتقل شدن این کشور به اون کشور رفتن مفهوم ملی پیدا کردن. وقتی امروز از چیزی به نام دموکراسی ما سخن میگیم، نظام دموکراتیک که از کشورهای غربی هم به این سمت آمده، امروز یک مفهوم دیگری برای ما پیدا کرده. یعنی نباید به شکلی ردش بکنیم و مذمتش بکنیم. این شعار امروز شعار جنبش انقلابی مردم ایرانه، کاملا ماهیت ایرانی داره، هویت ایرانی داره، یک مفهوم ایرانی است و به حد کافی هم تو که شما گفتید موفق شده که از طریق مردم ایران یک صوت جهانی پیدا بکنه. امروز همه دنیا این صدا رو داره میشنوه و اون رو شعار اصلی مردم مملکت ما قلمداد میکنه و میشه زنانه. این در این مورد نظر من اینه، خواستم نظرم با شما در میان بگذارم. در مورد مذاکره، از مذاکره که من نباید وحشت داشته باشیم با هر کس در هر کجا. اون چی که میگه آیا ما میریم که تسلیم بشیم یا اینکه میریم دیگران رو قانع بکنیم؟ من میگم تحمل بکنیم، بگذاریم ببینیم که کنفرانس ها چه نتیجه ای میده. من حتی موافق بودم که شاهزاده به جایی که شرط شروط من برای دیدار با آدم ها از چه قراره، میشستم سر میز بدون شرط شروط میگفتم شرط شروط شما چیه؟ من شرط شروط من شرط شروط شما چیه؟ و قضاوت ناهی با مردم بود. پس مذاکره لازم و ضروری است و هر کس و هر دولتی. من معتقدم یکی از اقداماتی که حتما اپوزیسیون باید انجام بده، آقای عرفان قانعی فر، حتما تماس دیپلماتیک با پکن، با چینی ها. چینی ها بالاخره اولین حکومتی بودن که تکلیفشون جمهوری اسلامی روشن کردن، زیر بارون قرارداد 25 ساله نرفتن، رفتن در ریاض دیدار داشتن، مقاله هم نوشتن در اونجا. البته متاسفانه از خلیج ایران، خلیج فارس به ما خلیج عرب یاد کردن و این نشانه این که هیچ فردایی برای جمهوری اسلامی قائل نیستن. خب باید وارد با این حکومت وارد گفتگو شو، باید وارد گفتگو شد، فرصت ها رو نباید از دست داد. و از مذاکره هم نترسید. میگم یه موقع از که شما به قصد تسلیم میرید، به قصد متقاعد کردن میرید، چه بسا قدرت متقاعد کردن دیگران از نوعیه ما خیلی بیشتر باشه تا دیگران ما رو مغلوب بکنن. ممنونم از حضورتون آقای قانعی فرد. حتما این گفتگو رو باید دنبال بکنیم. من حرفای زیادی دارم.
هزارم شما موافق هستی؟ توضیح هم درباره این کتاب رئیس بید، چون رئیس رو من خیلی بهش ارادت دارم، میدونم ایرانی ها خیلی به خانم کندالیزا رئیس هستن، دنیا به اون بدهکاره، واقعا یه شخصیت برجسته و نابغه است. آقای قانفر یه توضیح بدید راجع به کتاب رئیس. عرض کنم که شما نگاه لیبرالیستی خودتون رو گفتید، منم نگاه رئالیستی، امیدوارم که چون من پیرو خانم رئیس هستم منم نگاه رئالیستی دارم و مخالف نگاه لیبرالیستی دارم، ولی الان با هم دیگه صحبت کنم. خانم رئیس این کتاب دموکراسی رو در سال 2017 منتشر کرد و بنده در سال 2018 ترجمه کردم، سال 2019 و 2020 برای فنیش طول کشیدی خوده و قصدمون این بود که هفته اول ماه فوریه منتشر بشه و دیگه کار فنیشی خود چیز شده و امیدواریم که از نیمه دوم ماه فوریه این کتاب در اختیار هموطنان عزیز قرار بگیره و یادگاری باشد برای این که این راه سنگلاخ دموکراسی رو مردم ایران بتونن با آرامش و عقلانیت پی بکنن و به سمت ایران آزاد و آباد حرکت بکنن. دموکراسی در واقع درباره راه طولانی رسیدن به آزادی است در کشورهای متفاوت و در این کتاب هم صحبت شده که فروپاشی جمهوری ملایان قطعی است و ملایان جایگاهی در آینده ایران نخواهند داشت و امیدوارم که نسل جدید این یادگار رو قبول بکنه و در واقع بشه اون رو به عنوان یک منبع مورد استفاده قرار ده. ممنون، تشکر میکنم آقای قانفر پستاد، دیدار دیگر. تشکر می‌کنیم از امیر شهرتی، کارش خوب بود آقای قانفر، کار امیر شهرتی، ممنونم ازش. تشکر میکنم از سارا ایرانی، تشکر میکنم از دکتر احمد رفعت و از شما که برنامه ما رو، که سفرهای روزانه ما رو همراهی میکنید. تا دیداری. عرض ادب.